فیلم با شرف ها محصول سال 1351 راجع به پیمانه که با دختری به اسم فریبا قرار ازدواج میذاره. پیمان طی سفری توی یک تصادف حافظه خودش رو از دست میده. فریبا که از پیمان بار داره برای حفظ آبروی خودش تن به یه ازدواج ظاهری میده. فریبا فرزندش رو به دنیا میاره تا اینکه پیمان بر اثر سانحه‌ای حافظش رو به دست میاره. بخشایی از فیلم با شرف ها رو با هم تماشا میکنیم. تقی جون با تو ای با تقی ها میدونم من که تو بامبول میزنی تا میجنبم تو اتاق بول میزنی وقتی نازم میکنی اشمه میای میدونم چونه واسه بول میزنی چرا نه به خدا اصلا تو چرا آخر شبا واسه کازم خان میرخزی هم اخ نامخرم تقی جون تو خودت خوب میدونی که من مجبورم برای اون برخصم خب منظورت میخواستم برام خرید خب به من چه ربطی داره آخه اومدم ازت پول قرض کنم بیا با هم دیگه آشتی کنیم آخه من که نمیتونم تو رو ول کنم من اهل آشتی کردن نیستم دخترم اگه تو با هم قهر کنی میرم خودکشی میکنم خدا دارم خر میشم دیگه اینطوری حرف نزن خودم هم پنجره میندازم پایینا بیا یکی این پول گرفتم این جانم یه خود به تو میدم یه خود قربونت یه ماچت کنم دیده دختره بولا رو برداشت گرد یکی نیست به من میگه من گرفته رو دیدم نه هیچ مهم نیست خب حالت چطوره خوبی؟ من همش دل بپسی کاری تو هستم تا اونجا که از دستم بر بیاد کمکت میکنم تو با امید خدا کار پیدا کنی ولی من راضی نیستم تو از حقوق شرکتت سن نار به من بدی من بالاخره کار پیدا میکنم خدا بزرگه خب معلومه این دورانم بالاخره خب تموم میشه آخه کار من یه کار فنیه همه جا نمیتونم کار کنم باید یه کارخونه منو بخواد من از شرکتمون یه خورده برات مساعده گرفتم و آوردم نه منو بیشتر از این شرمنده نکن من که هیچ کار مهمی برات انجام ندادم یعنی نتونستم انجام بدم پس دیگه هیچ وقت این حرفو نزن پرویز بیا اینو بگیر میدونم که تو این برجم کرایه خونتو ندادی خیلی ازت متشکرم تو به من خیلی لطف کردی هیچ وقت این خوبیاتو فراموش نمیکنم خب من باید برم یک ساعت بیشتر مرخصی ندارم اونایی که تو کافه کار میکنن روزا بدبختن انا رقاصی هستم بزنه به کوبی خب عوضش خودم واسه تون آواز ابوالعطا میخونم ماجرای فیلم داماد فراری با بازی آذر شیوا و همایون از این قراره که پدری قبل از مرگش وصیت میکنه که دو فرزندش به شرطی وارث اموالش میشن که نوه هاش به عقد همدیگه در بیان و بچه دارشن دو برادر سعی میکنن بچه های خودشونو به ازدواج با همدیگه راضی کنن ولی مهری دخترمو و مهدی پسرمو هر کدوم به تصور اینکه اون یکی به قصد تصاحب ثروت راضی به ازدواج باش شده از این کار خودداری میکنن بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم چه لحظه پرشوره مرز چه خبره شما خیال رفتن تو عوالم ما هم اثر اون لحظه های پرشورشه که آدم اصلا بسه دیگه زودتر مطلب اصلی رو بگو مطلب رو تفسره دو از ماده چهار راست بگی این کار کار راوی میگم راوی این کار بگو راجب تفسره دو از ماده چهار وصیت نامه تو بهشون تو بهشون بگو اون با من آره تا اینا صاحب بچه نشن که ارث و مرث باقی شدون به ما نمیرسه ملا قربان هرکی باشه شما هم بزرگتر این بهتر موضوع بچه دار شدن خودتون بشون آره راست خودم بهشون بگم در ضمن بخواستم بهتون بگم خدا بیامرزه مرحوم مادرتون تو همون شبای ماه اول عروسی بود که 13 سفرم بود خدا تو رو بادا مقصودشون اینه که تفسیری دو از ماده چهار رو تو همون ماه رو پشت بون اجرا کردن حالا پسرم باید کنی که تو پسر همین پدری همین پسری و تو دخترم باید ثابت کنی که دختر همین پدر پدر همین دختری یعنی تفسیری دو از ماده چهار تو ماه آخر باید اجرا نفهمیدم این تفسیری و ماده دیگه چیه آخه میدونی خانده دار جان خانده دار تو برو برو چی رو همون مطلب دیگه راست و دمدت اینه که تو این ماه اصل باید صحابه یه چیز بشین صحابه یه تبصره دو از ماده چهار یعنی صحابه یه بچه بشین بچه بشین بچه؟ به من مربوطی نیست تبصره دو از ماده چهاره تا شما صحابه یه بچه نشین آقایونا نمیتونن اون ارث و میراث و باغ شمرون رو حفلو کنن ولی قرار ما دیگه تبصره و ماده نداره خب حالا که پیدا شده تو دیگه چی میگی بالاخره هر عروسی یه تبصره دو از ماده چهار دنبالش بله. هستیم پس مدل چی هستیم بریم
خیلی خوب بریم فکر کنید ها بریم مرگ پدرامون دفتره رو فراموش نکنین ها آن دادا جان خودم جلسه جور میگن تمام ارث و مرث و باغ شمرون ما بستگی به این ماه اصل داره ها خب حالا چی میگن چطور توی فیلم میخک سفید ستاره با بازی فروزان یه آواز خونه محمود که خاطرخواه ستاره شده خونه‌ای مجلل برای ستاره و دوستاش فراهم میکنه و اونا رو به اجرای برنامه توی یه کاباره بزرگ دعوت میکنه از طرفی جوان دانشجویی به اسم مسعود به رغم مخالفت والدینش به ستاره اظهار علاقه میکنه فیلم میخک سفید محصول سال 1351 بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم دست بگی ستاره جون دست بگی میگم سوخ اینم یه آسه دیگه بازم بیسیه آقایون و خانوم باختتون ارف کنیم بیاد یل نمتن نکنیم بینم خلاط نکنم این بی پدر زیر و رو میکشم آره والا چی داری میگی بی خود شلوغش نکن نمت زود با شورتت در بیار بینم آو رشید جان قربان اون معرفتت که نداری این موضوع ده موضوع ناموسیه بله نفهمیدم آخه نمبر بکم اعتنش من لخ نمی کنم شب پیران من پاره کردی آخه تو آجه با آدمی یا بلش این چاغل بادم میخواست لباسای ما رو مستن ما در بیاره نه خب بس دیگه واسهتون یه خبر خوش آوردم خبر خوش که شکم سیر نمیکنه خوردنی مردنی چی همراه تو بردی اگه دندون رو جگر بذارین خوردنی هم توش هست از کی تا حالا خبر خوردنی مردنی شده عین لیجن باز گفتی پن قربان اون سپنجه ای تو اخبار رادیو رو بگی ببینم توش خوراکی مرکی داره یا نه خوشمزگی نه واسه تون کار گیر آوردم مگه نه؟ نه چی؟ یعنی آره بله بله حالا جون بکن ببینم چه کاری گیر آوردی؟ رئیس یکی از کارخونه های جا واسه 7 کارگرش عروسی گرفته یعنی ما رو دعوت کردن؟ معلومه نیکنام صاحب بنگاه شادمانی واسه اون جور کرده دیگه باقیش با ستاره جانه باید موقع شباش همچین قیر بیاد که دهن یارو آب بیفته و 5 تا 20 کارش رو بکنه فقط 5 تا 20 خب پس مطلی چی هستین؟ ورق بشیم سر 5 تا 20 من حاضرم حشمت کارخونه همسرش رو که بیماری قلبی داره اداره میکنه و از تصمیم همسرش که بعد از مرگ اموالش به خواهرش فرشته برسه ناراحته. حشمت قصد داره به فرشته هتک حرمت کنه و در نهایت اونو از میون برداره. اما در نهایت متنبه شده و قصد خودکشی داره. بخشایی از فیلم آسمون بی ستاره رو با هم تماشا میکنیم. بیا بابا چند دفعه بهت بگم عمو حیدر رو بردیم بیمارستان مگه خنگی من خنگم جدی چی انتظر من خنگم با دست لحه کشید غلط کردم بابا خودم خنگم بابا خنگم من اصلا شانس ندارم حیف این همه فداکاری که من برای توی بدجنس میکنم از بابا مرد میشتم شبا منتظرت میشم وقت توی بدزد میری گام میشی من گرگم شدم قربونت برم گریه نکن عیزم ای گریه کنی منم گریم میگیرم چه مثل گاب گریه میکنی زلیل شده آخه بغزم در جدیه ایخلا با این دختر ببین حسن اگه میخوای گریه نکنم باید امشب حتما بیای پیش من میای آخه من شب میترسم از رو دیوار وارد خونتون بشم پریشب نزدیک بود پاسمان با دو تا گلوله خلاصم کنه ببین حسن شب وقتی بابام خوابش برد یواش میری پیش من باشه من تو اتاقم منتظره آره حتما شب بیا حالا دیگه کارات به جایی رسیده که شب حتن جون تو دعوت میکنه بیا اینجا به خدا بابا من حضور بدی نداشتی فقط میخواستی لابو با هم در تازر بکنی آره حالا یه بلایی به سر حسن بیارم که دیگه عاشق بازه نفسشم یادش بره اینجا میمونی صداتم دار بیاد خفت میکنم دیگه بیخواب بله بابا
عصر زرین فیلم دیگه‌ای به کارگردانی محمدعلی فردینه که تو سال 48 با بازی خود فردین و ناصر ملک مطیعی ساخته شده. داستان راجع به پدری متمول و خودخواهه که متوجه میشه پسراش با دخترای از خانواده متوسط ازدواج کردن. پدر عروساش از قصر زرین بیرون میکنه و فرزنداش هم اونو تنها میذارن. بخشی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. گوش کن امیر، ما هفته دیگه با هم عروسی میکنیم، میخوایم 2000 نفرم مهمون دعوت کنیم. جانا 2000 نفر؟ پس همه خول شدی؟ آره، از این 2000 تا اقلا 1000 تاشون هم که چش روشنی بیارم خرج ما هزارمون. خیلی خوب، خیلی خوب، من از ساله بهتو تبریک میگم. قربونه تو، عروسیتونم تو خونه خودم جشن میگم. عروسی؟ خیلی خوشحالم پسرم. خب بگو ببینم کی دست به کار میشی. خیلی زود مادر، تو فقط بگو. آره چی داری میگی امیر جون؟ من که از خدا میخوام. تو هم معلومه بیکار نشستی. خب عروس من سربزی رو نجیب هست؟ چه جور مادر، مثل یه فرشته هست. من که راستاسه قربونش میرم، قربون تو هم میرم مادر. خدا نکنه. خب مادر جون بگو ببینم دختره کیه. مادر بگو جونم. اگه بگم از خانواده متوسطی ناراحت نمیشی؟ متوسط؟ برای من؟ به من راست بگو مادر، خواهش میکنم. برای من؟ اصلا تو هر دختری رو که دوست داشته باشی عروس عزیز منه. اما چی مادر؟ بگو چی میخوای بگی؟ امیر تو فکر پدرتو کردی؟ پدرم با تو من ترسوندی. خیال کردن تو خورت نراتی مادر. من فکر پدرمو نمی کنم، واسه اینکه تو رو دارم. منو؟ بچی تو میدونی چجوری پدر راضی کنی؟ یالا دیگه لفتش نده، این کارو میکنی مگه نه مادر؟ ای واقعی هیچ میدونی چه کار مشکلی رو گردن من گذاشتی؟ پس قبول کردی ها؟ من کی گفتم؟